یا اصل تداوم. این اصل تداوم به طور خلاصه میگه که ما فرضمون در خوندن این گزارش یا در نوشتنش بر اینه که شرکت تا بی‌نهایت به همین طریقه ادامه خواهد داشت. قرار نیست بسته بشه، قرار نیست به فروش برسه، قرار نیست متوقف بشه، فقط بشه. قرار همینطوری ادامه خواهد. اگر که این نباشه این فرض، بعد هم یک سری کارهایی، یک سری مشکلاتی به وجود میاد. مثلا اگر که این سری دارایی‌های ما یه دونه لودر باشه تو معدنمون، برای این لودر رو ما خریدیم، برای چه کاری؟ برای فروختن نخریدیم. معدن ما لودر رو می‌خریم که باهاش زغال وار کنیم، از تولید زغال و فروش زغال سود کنیم. هدف اینه دیگه. پس تا که این هدف هست در مورد این لودر؟ تا بی‌نهایت همیشه هست، تا آخر عمرش تا بی‌نهایت. اگر که قرار باشه بگیم که این لودر نه تا بی‌نهایت نیست، بعد ممکنه بگیم که این لودر ما انجام بدون خریدیم الان مثلا 80 تومن می‌ارزه. کشتن دارایی ها تأثیر می‌ذاره. ما هم قرار اینه که نوشته اومدن تو شیری رو ما اینجا بخونیم دیگه، یعنی از این اصل رو باید داشته باشیم، اون هم فرض داشته باشیم، ما هم فرض داشته باشیم که حرف هم دیگه. اصل چهارم که تقریبا نمیداری معمه رو میبنده برمون ماشن میکنه کاست با یک کلمه ما دارایی های شرکت رو دیدیم.
یاد بگیرید به همین آسیمی. ولی خب این اصل قیمت تا اونجور که همه چه خراب کرده که آسیم به درد نمیخوره دارایی های شرکت. اینجا مثلا نوشته 10 میلیارد تومان. این 10 میلیارد تومان اگه اون اصل رو رعایت کرده که زمین حاشیه بود با راهنگ رو چه یه متر تومان از به درد اون دقیق نیست که این عیب خیلی بزرگ رو شما میگیرید. حق هم زمین بگیرید عیب خیلی بزرگ بگیرید. راه حلش مثلا اون فرض کنید اینه که اصل رو رعایت نکنید. بیایم اصل رو رعایت نکنید بچه‌اش. اگر اصل رو رعایت نکنیم به قیمت تمام شده، به قیمت تمام شده نمی‌نویسیم. به قیمت چی می‌نویسیم؟ دو تا قیمت که وجود داره نداره دیگه. قیمت روز می‌نویسیم. خب حالا فرض کنیم که ما اینجا به قیمت روز بنویسیم همه دارایی‌ها رو. یک، به قیمت روز نوشتن همه دارایی‌ها غیر عملی است. خیلی سخت، تعداد زیاد، تک تک من تخمین زدن نمیشتم، سخت، تقریبا غیر دو، هر چیزی یک رنجی داره قیمتش. هیچ چیزی قیمت روزش، هیچ کالایی جز یک کالا وجود نداره که قیمت روزش 100% مشخص باشه. پراید مثلا مدل بگیم سال چند هشت دارد مدل هشت دارد هشت مثلا سپید فلان کنم فلان چنده بین مثلا بگیم 6 میلیون تومان تا 6 میلیون دلار چنده بین 1000 تومان تا 1000 تومان طلا چنده بین مثلا 6000 تومان تا 6000 ده تومان. یه چیز فقط، یک دارایی هست که همون قدر میرسد اونم پول نداره. تازه همون هم چرا شما اگر این رفیق تو بهش 5000 تومان ازش طلب کاره یه اسکناس میگه بیا حسن واقعیت 5000 تومان که بهش تده کارم بیا بزن یه اسکناس 5000 تومانی بسیار کنه باره به شما میده که باره از مال خودم باره هر وقت سمیز بهتر بسید بیدن حتی همون هم دقیق نیست. یعنی هیچ چیزی قیمتش در بازار بازار روش نگه بدار میشه مخصوصا وقتی که برای ماشین آلات باشه بیده به مثلا به شیر روزه باشه یا یک ماشین زوال تراش باشه ماشین معدنی باشه ما برای معدن خودمون سفارش دادیم خریدیم آخوزیم تو معدن داشتیم برای ما 3 میلیارد تومان تموم شده. اگر به قیمت تمام شده ننویسیم به چه قیمتی ننویسیم؟ قیمت روز، قیمت روزش چقدره؟ اصلا بین 0 تا همون 3 یا 4 حتی یعنی رنج بسیار وسیع داره. چون ممکنه کسی بگیریم ماشین شما برای معدن خود رو درده تو درد دیگه نمیخوره بخوام بیرون بفروشمش هیچی نمیام. بنابراین پس اگر که ما قیمت تمام شده ننویسیم به قیمت روز ننویسیم به قیمت روز نوشتن حداقل اینه که دقیق نیست. مگر قیمت تمام شده نوشتن چه عیبی داشت؟ چه عیبی داشت؟ دقیق نخوب این هم دقیق نیست. حداقل در این حالت مثل با همین یک مشکل شدن مثل هم عملی هم که نیست چون خیلی زیاده. سوم، تخمین زدن یک دارایی به قیمت روز بستگی داره که کی تخمین بزنه. تخمین رنج داره دیگه بستگی داره که تخمین بزنه.